نماینده ویژه جمهوری اسلامی وارد مسکو شد. ولایتی که حامل پیام های رهبر انقلاب و رئیس جمهور برای رئیس جمهور روسیه است، در صدر هیئت بلندپایه وارد مسکو شد و قرار فردا با پوتین دیدار کنه. مشاور رهبر انقلاب در بدو ورودش به روسیه همکاری های دو کشور در مبارزه با تروریسم، برجام و حوزه های دفاعی، سیاسی، اقتصادی، هسته‌ای و امنیتی رو الگوی مثال زدنی از روابط راهبردی دو کشور دونست. ولایتی به همزمانی سفرش با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسکو هم اینطور واکنش نشون داد. همزمانی این سفرها رو چطور ارزیابی میکنید؟ ایشان یه آدم دورگردی است که هر روز در یه نقطه از جهان سفر میکنه و اظهارات بی‌مبنا و بی‌منطقی میکنه و کم کم به جای رسیده که کسی به حرفای او اهمیتی نمیده و لذا وجود یا عدم حضور او در روسیه هیچ تأثیری در مأموریت استراتژیک ما در مسکو نداره. سرکار خانم محسن نژاد، روزنامه جهان صنعت. اینجا هستم. کجا خانم؟ روزتون بخیر. روز شما بخیر. اظهارات آقای دکتر علی اکبر ولایتی پس از دیدار با پوتین نه فقط از سوی کاخ کرملین که از سوی رسانه های روسی نیز تایید نشده و مقامات روس هم در گفتگو با خبرگزاری تایید نکردن این صحبت های آقای ولایتی رو، این عدم تایید محتوای مذاکرات از جانب روس‌های به معنای درک یک طرفه این محتوا است و در صورتی که گفتگوها قابل انتشار نبوده چرا ایران رو انعکاس داده؟ من فکر می‌کنم که محتوای مذاکرات منتشر شده باشه و محتوای مذاکرات که یک مذاکره دو ساعته با آقای پوتین بوده و دیگر مقامات روس، فکر می‌کنم مجموعه صورت مذاکرات و به هر حال فکر می‌کنم دو ساعت مذاکره خیلی است و آن چیزی که در رسانه ها مطرح بود فکر می‌کنم صورت مذاکرات و محتوای مذاکرات باشه و آن چیزی که من شنیدم مجموعی از مسائل مختلف، طیف وسیعی از مسائل دو جانبه منطقه بین المللی در این مذاکرات مطرح شده و چیزی که در رسانه ها عنوان شد بحث سرمایه گذاری یا همکاری های نفتی میان دو کشور بود که به هر حال طرفین تعابیر خودشون رو به دلایل خاص در واقع حالا سیاست خارجی و سیاست هایی که در واقع دنبال میکنن مطرح کردن. سرکار خانم امیر تخماخی پانا. سلام، خسته نباشید. سلام علیکم. آقای حسین، من سوالم مجدداً در مورد آقای ولایتیه. منتها سوالم اینه که یکی از مطالبات وزارت امور خارجه در سالهای اخیر این جلوگیری از موازی کاری ها بوده. سخنانی که مربوط به سیاست خارجیه و در بخش های مختلف مطرح میشه. واگذاری و اینکه همه مسائل مربوط به سیاست خارجی وزارت امور خارجه مرتبط باشه، به نظر شما انتخاب آقای ولایتی به عنوان شخصی که پیام رسمی رئیس جمهور رو ببره به روسیه در راستای این موازی کاری نیست؟ و سوالم بخش دیگه، سوالم در مورد همین موضوع نفتی بود که مطرح کردیم. آیا وزارت امور خارجه تایید میکنه تفاوت توافق نفت در برابر غذا رو که آقای ولایتی مطرح کردن و تو رسانه های بین رسانه های روسیه و ایران هم خورد خبرساز شد و از روسیه یه بخشش تکذیب شد یه بخشش تایید شد؟ من فکر میکنم در حوزه سیاست خارجی و وزارت امور خارجه به عنوان یک نهاد حاکمیتی ما شاید کمترین میزان موازی‌کاری رو داشته باشیم و فکر می‌کنم اولین سفر رو جناب آقای دکتر کمال خرازی که باز ایشون هم وزیر امور خارجه بودن 8 سال و در سمت‌های مختلف اشتغال داشتن، پیام رئیس جمهور رو برای واتیکان، ایتالیا، اسپانیا در واقع بردن. سرکار خانم ابتکار مالزی و اندونزی و
سرکار خانم جنیدی به هلند رفتن، وزیر نیرود اگر اشتباه نکنم در حوزه قفقاز به ارمنستان و گرجستان سفر کردند، رئیس دفتر ریاست جمهوری به ترکیه رفتند و شاید یکی از آخرین سفرها در مقطع جدید و آخرین طی روزهای اخیر سفر آقای دکتر ولایتی مسکو بود که به هر حال به دلایل مختلف تا حدی خبرساز شد و مورد سوال دوستان قرار گرفت. لذا سفر آقای دکتر ولایتی در چارچوب تصمیم دستگاه دیپلماسی و دولت و به عنوان فرستاده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران به مسکو صورت پذیرفت. البته در این سفر پیامی هم از مقام معظم رهبری توسط ایشون برای آقای پوتین وجود داشت که اون هم در این دیدار ارائه شد. من تا اونجایی که خاطرم هست این بحث رو یکی از مقامات روسیه مطرح کرد. طرف ایرانی من چنین نقل قولی و چنین شنیده ای رو از طرف ایرانی ندارم و در مورد صحت و سقم و صلاحیت این مقام روس که چنین اظهار نظری داشته نمیتونم قضاوت نهایی بکنم. قطعا برای رسیدن به هر گونه همکاری و تفاهم نیاز به حضور هیئت‌های کارشناسی هست، تبادل هیئت‌های کارشناسی و توسط دستگاه‌های زیربط و نهایتاً رسیدن به تفاهم و موافقت و قرارداد که فکر می‌کنم اینها مسیر طولانی رو می‌تونه داشته باشه.